آخرین چیزی که باید انجام بدیم الان فقط باید این فرم رو سبمیتش کنیم. پس دسته دوباره open bracket input و typeش هست submit و یه value هم داره که هست submit. تو این value میشه هر چیز بزنه، طوری هستش که به اصطلاح روی صفحه هست و closing tag میکنیم، save میکنیم این فایل ها و میام رو براوزر میبینیم چه صورته. حالا میتونیم اینا، من میتونستم اینجا روی صفحه بعدی بره و این هم تام سایزش بزرگتر کنم، ولی نکنینم اوکی هستش. ببینیم به چه صورت میشه، ببینیم به این صورته. حتی اینا دوباره بزرگ شه به اندازه در حده که هزار تا کرکتر میتونی چیش بنویسی. بعد میزنیم سبمیت، حتی پر میکنیم میزنیم سبمیت. دوباره باید یه فرم توی اینجا باید باشه، یه فایلی باید باشه که اینا رو پروسس بکنه، اجرا بکنه روش، هر یکی اینا رو که وارد میکنه، که اگر اسم زده شد بگید اسم نوشته نشد، که یه چه خارج از این مسئله است که باید صحبت در موردش بکنیم. خب امیدوارم لذت برده باشین از آپشنایی که وجود داره. دوباره یه آپشنای دیگه داره که به اصطلاح میتونیم بزنیم توش. اجازه بدیم من اینا رو بدون بگم یکی یکی. ممکنه قبلا دیده باشین که قبل از که من این سابمیت کنم برم روی اینجا تو این سلکت یه آپشنایی هم بدون بگم. یعنی یه دوره سلکشن دیگه ما داریم، سلکت. توی این سلکت که میتونن انتخاب بکنین دوباره آپشن هست و این آپشن ها برای مثال میل هست و فیمیل ها. من اینجا میزنم توی این آپشن ما داریم یه سری اینا انتخاب شده هستن، یعنی ما میتونیم بگیم که همیشه این هست، میتونه مذکر یا مؤنث باشه. جالا میل هستش، یعنی ما اینا همیشه چیکار کردیم، انتخاب کردیم این و دوره ولیو این هست سلکتد که شده باشه. دوره میتونیم سلکت بعد ولیوش میزنیم میام همین هستش. دوباره یعنی هر موقع روی اسکرین این میادش و این یکیش هست آرده انتخاب شده، چون ممکنه مثلا بیشترین کسایی که شما رو مثلا این فرم رو پر میکنن ممکنه مذکر باشن مؤنث باشن، یا حالا در هر حالت های دیگه در مورد چیزا در این مورد. و ما دوباره اینو سیوش میکنیم، دوباره میریم رو براوزرمون و تماشاش میکنیم. ببینید ما الان اولین چیزی که میاد برای این میل، برای چی؟ برای اینکه ما موقعی که انتخاب کردیم گفتیم این اولین چیزی که همیشه هستش. حالا میتونه بزنیم فیمیل. یه سلکت دیگه هستش، یه سلکت دیگه هست، اینو یه آپشن بعدی. دوباره یه سلکت دیگه ما داریم و اینم دوباره به همین صورت ما اینا اینپوت هستن و بشکم چکت. و بعدشون هستن الان ما
به صورت اینپوت تهیه میکنیم، یه اینپوت این راحت تر شد. تایپ این چی هستش؟ تایپ این رادیو هستش و اینه بذاریم میدونیم چک شده است که این همیشه میان چک یه نوع دیگه به اون صورت که الان ما صحبت کردیم ولیوش میزنیم مثل قبلی میل و نیمش هست جندر. و یا به همین صورت من اینو میکنم یه اینپوت دیگه. این تفاوتش به چی صورت کنم، فقط تفاوت رو اینجا بگم به چه صورت میشه. دوباره من همین رو میکنم، به جای این دیگه چک نداره مثل قبلی، چک نداره ولی و ولیو اینجا هست فیمیل، اینجا هست فیمیل. ببینید به همین صورت که من نوشتم یه سلکت، ولی این تفاوتش اینجا به صورت هست. من اینا رو همه رو سیو کنم، یعنی در دو حالت شما میتونید بنویسید. ببینید به این صورت چک شده، یعنی شما میتونید اگه میل باشه میل رو چک میکنین، اگه فیمیل اینجا مالشین میل فیمیل اینجا هست چک. من برگردم اینو بیارمش روی خط بعدی که بهتر دیده بشه به چه صورته. ما اگر این آپشن اینا که هر که دارم روی خط خودش باشه به چه صورت شه. ما یه چیز داشتیم میل و فیمیل روی سلکت، من یه بیار دیگه بزنم که برگردیم به بریک داشته باشد. در اولی هست اینجا میل و فیمیل رو انتخاب بکنین. حالا یه جدی هست ما میتونیم به صورت به صلاح باتن اینجا چیز کنیم چک بکنیم، یعنی یه مثل بشکن رادیو باتن انتخاب بکنه که بهش صورت باشه. هر دوتاش میتونه انتخاب بکنه، هر دوتاش کاربردش به یه صورت. البته مسلما قبل از اینا ما مینویسید باید نوشته بشه که یه پاراگراف یا هرچی please select your gender و نقطه آخرش بزنین که مشخص بشه، که مشخص بشه بس برای بیننده به چه صورت هست. Please select your gender and or your gender or the gender هر چون میکنم. تفاوت اینا همش فقط بستگی به شما که دیزاینر یا و به اصطلاح خلاقیت که ایجاد میکنین توی وبسایت به چه صورت باشه، یا کاربردی که برای اون چیز داره. حالا من برگردم به یه شیدی که من خواستم اینجا بگم، نخواستم در مورد آپشنش بگم، دوباره هست در مورد اینپوت و در این حالت ما بشکیم تایپمون چک باکس هستش. حالا ببینید تفاوتش چیه. چک باکس و در این حالت ما اصلا ولیو انتخاب یا چکش نمی کنیم، فقط میان اینجا ولیوش رو میزنیم به همون صورت که حالا من در اینجا یه چیش عوض کنم بایک و دوباره
من این میبندمش، این اینپوت ها و میذارم I have a bike. بعد دوباره این رو خط بعدی که خونده بشه همینا دوباره من اینجا چک نزدم دیگه، ولی تفاوت اینا بینید به چه صورت خواهد بود. ولی این باشد عوضی bike باشد کار. و من اینجا بزنم have a car. کلوزش میکنیم و مثلا همه رو سیو میکنیم. بینید اینجا به این صورت یا این انتخاب میشه مثلا حالا توجه کنیم. بینید فقط ما میتونیم یکی از اینا رو انتخاب بکنیم. در این حالت بینید چه تفاوتی میکنه، برای که اینجا من دیگه چک نکردم که مثلا یکیش باشه. شما میتونید دو تا رو انتخاب بکنیم بفرستین، ولی اینجا همش یکی شد، برای که یه چک بیشتر ندارد اینجا. یعنی ما یه انتخاب اینجا برای اینا داریم چک باکس. تفاوت چک باکس شما میتونید 5 نفر 5 سایت به 6 تا انتخاب کنید رادیو، یا اینجا سلکت فقط یک از اینا رو ما میتونن انتخاب کنن. پس اگه چک باکس باشه هر چند آیتمی مثلا برای فروش داشته باشه میتونن انتخاب بکنن بخرن، ولی اگه مثلا رادیو باشه یا اون سلکت باشه فقط یه آیتم هستن. امیدوارم از یه چیزی یاد گرفته باشین و یادتون نره که یه تامز اپ بدین و جون به اصطلاح انتخاب بشین برای ما. من برمیگردم برای به اصطلاح مبحث بعدی که صحبت کنم چجوری ما بتونیم یه دیزاین بکنیم و این خیلی مهمه. بعد از اینا شما باید همه اینا رو یکی یکی با هم بذارین، چرا که یاد گرفتین با خلاقیت خودتون و اون چیزی که احتیاج دارین توی هم بذاریم و بتونیم یه وبسایت تهیه بکنیم. حالا اجازه بدین درس بعدی من بدونم به چه صورتی انجام میشه. روز خوب یا وقت خوبی داشته باشید.